با سلام، امروز در خدمت دوست عزیزمون آقا ارتیا هستیم که مدرک دیپلمشون رو توی قبرس گرفتن و میخوام از تجربه خودشون در خصوص تحصیل در قبرس به ما بگن. آقا ارتیا، ابتدا میشه خودتون رو معرفی کنیم به دوستانمون؟ سلام، ارتیا ابراهیمی هستم. از سال 2022 وارد قبرس شدم و مدرک دیپلمم اونجا دریافت کردم و در حال حاضر داخل رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه EMU مشغول به تحصیلم. آرکیا، با توجه به سوالایی که دوستان از من پرسیدن زیاده، من دسته‌بندیشون کردم، اونا رو نوشتمشون که باز فراموششون نکنم. از چه مقطعی تحصیلتون اینجا شروع کردین؟ من از سال 12م، این سال آخر دبیرستان، تحصیلمو داخل قبرس شروع کردم و داخل کالج نیریست مشغول به تحصیل شدم و دیپلمم رو از همونجا گرفتم. تحصیلتون به چه زبانی بود؟ به زبان انگلیسی. بخوای تحصیل توی ایران با قبرس مقایسه کنی، نظر شخصی خودت چیه؟ چه تفاوتی داره؟ راستش به نظر من دروس تخصصی تر بود نسبت به رشته ای که در آینده تو دانشگاه قرار بخونیم و محیط آرومتری رو توی مدرسه تجربه کردیم. یکی از سوالات پرتکرار والدین از ما اینه که فرزندشون اگر اینجا مدرک دیپلم رو بگیره چه منفعتی برای بچه‌شون خواهد داشت؟ در صورت گرفتن مدرک A-Level به همراه دیپلم، امکان گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های معتبر اروپا و حتی آمریکا با فاند خوب رو دارن. خیلی خوب، میتونید بیشتر در خصوص این مدرک A-Level توضیح بدیم؟ مدرک A-Level و IGCSE که توسط خیلی از کالج‌های خصوصی داخل قبرس شمالی برگزار میشه، از طرف مؤسسه‌های پیرسون و کمبریج اینجا برگزار میشه و دانش آموزا با دادن این امتحانا مدارک معتبر در سطح بین المللی دریافت میکنن که بعدن گرفتن پذیرش و فاند رو داخل کشورهای اروپایی و آمریکا براشون خیلی راحت تر میکنه. یعنی فقط با بودن تو یک سال اینجا کافیه براشون یا نه؟ خیر، دانش آموزا حداقل باید از سال 11م تحصیلشون رو اینجا شروع بکنن که بتونن تو دو مرحله این مدارک رو دریافت کنن. اگه خانواده بخواد فرزندش بیاد اینجا تحصیل کنه، آیا فرزند به تنهایی میتونه اینجا باشه یا اینکه نه فرایندی رو داره؟ در صورت داشتن اقامت قانونی از طرف کفیل فرزند، بله، میتونه حتی تنهایی هم وارد کشور بشه و اینجا تحصیل کنه و در غیر این صورت خیر. چند مدل مدرسه داریم اینجا؟ ما اینجا دو مدل مدرسه داریم. اولیش مدارس دولتی هستن که زبان تحصیل ترکیه و هزینه‌شون رایگانه و بچه‌ها فقط با پاس کردن امتحان ورودی ترکی میتونن وارد مدرسه بشن. و مدل دوم مدارس خصوصی هست که اکثرا وابسته به دانشگاه‌ها، به زبان انگلیسی و ترکی درس میدن و هزینه‌شون هم از مینیمم سالی 150,000 لیر شروع میشه. بچه‌ها که از ایران میخوان بیان اینجا، زبانشون تو چه سطحی باشه اینجا راحت تر و موفق ترن؟ ترجیحاً باید اگه میخوان به زبان انگلیسی درس بخونن توی سطح بالای زبان انگلیسی رو بلد باشن. آیا اینجا میخوان بیان امتحانی بایستی بدن، اتفاقی رو داشته باشن یا نه؟ بله، اکثر کالج و مدارس خصوصی حتی امتحان زبان انگلیسی برای ورودی داره. چون حالا خودت هم با توجه که تو ایران درس خوندی میدونی که خیلی ها سطح زبانشون ضعیفه، آنچه که دارن یاد میگیرن ضعیفه، آیا امکان اینو دارن که بیان اینجا حین درس خوندنشون زبانشون تقویت بشه و اتفاق مهمی براشون باشه؟ نظر من اگه به این قصد بخوان بیان، از درساشون جا میمونن و نمیتونن مطالب رو دنبال بکنن و بهتره که اول زبانشون تقویت بکنن بعد وارد مدرسه بشن. بسیار. بحث زبان ترکی هم داشتیم، چون گفتیم تو مدارس دولتی زبان ترکی مهمه دیگه. صد زبان ترکی رو چطور توصیه میکنی یاد بگیرن بیان یا اینکه اون رو نظرت چیه در موردش؟ بلد بودن زبان ترکی برای بچه‌ها، برای اینکه بتونن با محیط اطرافشون ارتباط بگیرن خیلی خوبه و اینکه بتونن اینجا دوست و رفیق بیشتر پیدا بکنن. و برای مدارس دولتی هم امتحان ورودی زبان ترکی دارن که باید تا سطح همون امتحان ترکی بلد باشن. اگر بلد نباشن چه اتفاق میفته؟ متاسفانه نمیتونن از تحصیل داخل مدارس دولتی برخوردار بشن. یعنی بایستی بیان حتما توی کالج درس بخونن دیگه. توی مدارس غیر از درس خوندن آیا فعالیت جانبی هم براتون دیده میشه؟ بله، داخل هفته دوبار فعالیت‌های مختلف ورزشی و
هنری بسته به سلیقه دانش آموز برای ما در نظر گرفته میشد. مثلا من خودم داخل تیم بسکتبال بودم و هر روز بعد مدرسه تمرین داشتیم و بعدش هم لیگ مسابقات. به عنوان کسی که اینجا تحصیل کرده، آیا ارتباط برقرار کردن با سایر دانش آموزا که از کشورهای مختلف اومدن سخت بود یا نه؟ راستش برای خود من نه، اتفاقا تجربه خیلی خوب و لذت بخشی هم بود که با فرهنگای دیگه و بچه های دیگه از کشورهای دیگه آشنا بشم و محیط دوستانه رو تجربه کردم که بچه ها منم به عنوان یه خارجی، حالا قبرسی ها و ترک ها، بین خودشون قبول میکردن و جو صمیمی بود کلن. با توجه به اینکه خودت در کالج درس خوندی، کدوم رو توصیه میکنی؟ در صورت داشتن توانایی مالی قطعا مدرسه خصوصی و کالج ها. اگر بخوای خلاصه از تجربت تحصیل در قبرس رو بخوای به همون بگی چی میگی؟ اگه خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، دریافت آموزش 100% استاندارد و یه سیستم درست و آموزش مؤثر. میتونی بیشتر توضیح بدی؟ درسایی که ما اینجا خوندیم درست از نظر تئوریک شاید پایین تر از ایران بود، ولی نحوه انتقال اطلاعات و ارتباط معلم با دانش آموز به صورتی بود که ما این اطلاعات رو کامل دریافت کردیم و یاد گرفتیم و به نظر من بیشتر کاربردی بود. آیا شما تحصیل در قبرس رو با توجه به تجربه‌ای که خودتون داشتید به کسی توصیه می‌کنید؟ آره چرا که نه، برای من تجربه لذت بخشی بود. بسیار عالی. امیدوارم به تمام سوالاتتون جواب داده باشن. باز اگر سوالی داشته باشی در خدمتتون هستم.